سلام بر شما به این بخش خبر خوش آمدید من فریبا شیرزی هستم در ادامه روند افشای تدریجی فسادهای مالی دولت پاکدست احمدی نژاد فساد مالی دیگری با همکاری مسئولان بانک مرکزی دولت دهم ده افشا شده است ارسلان فتیپور از رانت هفت هزار میلیارد تومانی سه صراف خبر داده و گفته سه صراف در سال 90 با همکاری بانک مرکزی هفت هزار میلیارد تومان سود کردند به افزوده کمیسیون اقتصادی مجلس تمام اسناد و مدارک مربوط به این پرونده را تهیه کرده و گزارش آن در جلسه غیرعلنی مجلس به نمایندگان ارائه شد و اکنون نیز این پرونده به قوه قضایی ارسال شده است. گفتنیز حمید پور محمدی قائم مقام بانک مرکزی دولت احمدی نژاد در حال حاضر معاون محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است. نبوده براتی مسئول هیئت خانواده شهدا و ایثارگران از تشکیل پرونده قضایی علیه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد آقای براتی علت این اقدام را صدور مجوز برای اجرای تکخانی زنان در تالار وحدت در محفلی که مردان هم حضور داشتند عنوان کرده است اخیرا فشارهای قوه قضایی علیه دولت افزایش یافته است از جمله تعیین ضرب یک ماهه به دولت برای فیلترینگ شبکه های اجتماعی موبایلی واتساپ و وایبر. روز گذشته نیز ابراهیم رئیسی دادستان کل از حسن روحانی خواست تا جلسات شورای عالی فضای مجازی را با هدف کنترل بیشتر اینترنت و شبکه های اجتماعی تشکیل دهد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در سفر به لبنان از هدیه جمهوری اسلامی به ارتش لبنان خبر داده است. پیشنهاد جمهوری اسلامی پس از آن مطرح می شود که عربستان و آمریکا قول ارائه کمک های مالی و تسلیحاتی بیشتری به ارتش لبنان دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تاکید کرد که هدیه ایران به ارتش لبنان تاخیر نخواهد داشت و پس از سفر قریب وزیر دفاع جمهوری اسلامی به لبنان اجرا خواهد شد. در همین زمینه خبرگزاری رویترز نیز با استناد به گزارش خبرگزاری ان ای لبنان گزارش داده که جمهوری اسلامی میخواهد تجهیزاتی را برای تقویت ارتش لبنان برای جنگ با گروه افراطی جهادی پیشنهاد کند. بر اساس این گزارش آقای شمخانی این اظهارات را بعد از دیدار با مقامات عالی رتبه لبنان ایراد کرده است. هنوز معلوم نیست که هدیه جمهوری اسلامی به ارتش لبنان چه خواهد بود و چه تجهیزاتی را به این کشور تحویل خواهد داد. اما پیشنهاد جمهوری اسلامی پس از آن مطرح می شود که عربستان و آمریکا قول ارائه کمکهای مالی و تسلیحاتی بیشتری به ارتش لبنان داده بودند. بنابراین گزارش دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در سفر به لبنان با حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله، نبیه بردی رئیس مجلس و تمام سلام نخست وزیر این کشور دیدار کرده است. در همین زمینه خبرگزاری مر گزارش داده که آقای شمخانی پس از دیدار با نخست وزیر لبنان گفته است که خط قرمز ما برای همکاری با لبنان تثبیت ثبات و امنیت در این کشور است. ازارات وی در حالی است که گروه افراطی داعش ماه گذشته حملاتی به مرزهای لبنان انجام داد که تلفاتی جانی در پی داشت به غیر از داعش جبهت با وابسته به القاعده نیز در همین ماه حملاتی به لبنان در مناطق مرزی با سوریه انجام داد که با درگیری های خونین همراه بود رویترز می گروههای گروه های جهادی بعد از تفاهم با لبنان بر سر آتش بس موقت عقب نشینی کردند اما تعدادی از نظامیان و نیروهای پلیس لبنان را ربوده و با خود بردند بر اساس این گزارش تاکنون سه تن از افراد لبنانی ربوده شده اعدام شدن در همین حال چهار ایرانی پیش از سفر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به سوریه در درگیری های نظامی این کشور کشته شدند پیکر این افراد که اعضای مدافعان حرم معرفی شده و هویت آنها تا کنون اعلام نشده قرار است روز پنجشنبه در مشهد تشیع و به خاک سپرده شود نیروهای نظامی جمهوری اسلامی حدود دو سال است در سوریه برای حفظ دولت بشار الاسد مشغول جنگ هستند و تا کنون ده ها نفر از آنها کشته و در شهرهای مختلف ایران به خاک سپرده شدند علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که به سوریه سفر کرده با تمجید از ایستادگی بشار الاسد اعلام کرده جمهوری اسلامی همچنان از وی حمایت خواهد کرد. فرماندهان سپاه در دو سال گذشته بارها اعلام کردند در کشورهای سوریه، عراق، لبنان و فلسطین حضور میدانی دارند و به نظامیان نزدیک به جمهوری اسلامی کمک می کنند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خواستار عذرخواهی رسمی دیوید کمرون نخست وزیر بریتانیا به خاطر سخنانش در سازمان ملل در مورد ایران شده و اعلام کرده که تا آن زمان توسعه روابط دو کشور به مسلحت نیست. در این بیانیه دولت بریتانیا به اختلاف افکنی میان مسلمانان و گروه های جهادی متهم شده و طرفداران بهبود رابط ایران با بریتانیا در داخل کشور نیز ساده لوح توصیف شدند. آقای کمرون در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود ایران باید حمایت از سازمان های تروریستی برنامه هستهی و رفتارش با مردم خود را تغییر داد و میتواند به جای مشکل بخشی از راه حل در مبارزه با داعش باشد. من فکر نمی کنم فردی به خاطر روزنامه نگاری یا فعالیت رسانه ای دستگیر شده باشد. این جمله حسن روحانی در نیویورک در مصاحبه با سی بود که واکنش و انتقاد فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران را به دنبال داشت. حسن روحانی در سفرش به نیویورک در پاسخ به سوال کریستیان امانپور خبرنگار شبکه CNN گفت در ایران روزنامه نگار زندانی نداریم. این سخنان در حالی است که سازمان گزارشگران بدون مرز در آخرین گزارش سالیانه خود ایران را در میان یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران قرار داده است و همکنون ده ها روزنامه نگار در ایران در زندان به سر میبرند. ریحانه تباتبایی مرزیه رسولی ساجده عرب سرخی کیوان صمیمی علیرضا رجایی مسعود باستانی احمد زیدآبادی سعید رضوی فقی بهمن احمدی امویی سراجدین میردامادی از جمله روزنامهنگاران زندانی هستند که به جرم فعالیت های روزنامه نگاری در زندان به سر میبرند معصومه ملول مادر مسعود باستانی روزنامه نگار زندانی با ابراز تعجب از اظهارات حسن روحانی به سایت جرس میگوید ما واقعا از صحبت های آقای روحانی تعجب کردیم. اگرچه انتظار نداشتیم که آقای روحانی اعتراف کنند که در ایران روزنامه نگار زندانی داریم و یا حتی از روزنامه زندانی دفاع کنند. اما این انتظار را داشتیم که به دروغ متوصل نشوند. ایشان حداقل می سکوت کنند. با توجه به تجربه دولت آقای احمدی نژاد این انتظار را از آقای روحانی داشتیم که دوباره همان ادبیات را به کار نبرند که در هشت سال دولت احمدی نژاد زیاد میشنیدیم و از آن گریزان بودیم متاسفانه در این یک سال دولت آقای روحانی شرایط نه تنها بهتر نشده بلکه روز به روز بدتر هم شده و فشارها افزایش یافته است مرخصی های روزنامه‌نگاران زندانی عملا لغو شده و ملاقات حضوری محدود است و شرایط زندان همچنان بد است خلاصه هیچ بهبودی حاصل نشده و شرایط زندانیان هیچ تغییری نکرده است و بدتر هم شده است سیامک قادری خبرنگار سابق خبرگزاری جمهوری اسلامی است که به نشر اکاذیب تبلیغ علیه نظام متهم و به چهار سال حبس تعذیری و هشتاد ضرب شلاق محکوم شده با بیان اینکه به شدت از سخنان آقای روحانی ناراحت است میگوید الان بسیاری از افراد در ارتباط با جنبش سبز و فعالیت های روزنامه نگاری و حقوق بشری در زندان هستند و فکر کنم سکوتی که فعالان جنبش سبز و اصلاح طلب در این یک سال گذشته کردند دیگر فایده ای ندارد و امر را بر آقایان مشتبه کرده است مردم ایران و جنبش سبز از این سیستم طلبکار هستند و اینطور تصور نشود که اگر روند اشتباهات گذشته را تغییر دادند تمام آن اشتباهات تمام شده است واقعا انتظار چنین سخنانی از ایشان نمی رفت و اگر کسی غیر از آقای روحانی بود واکنش ها بسیار جدی تر بود آقای روحانی نسبت به وعده هایی که مبنی بر رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی دادند عمل نکرده است و فقط میگویند شرایط کشور اینجور است پس اگر قرار بود شرایط کشور به همان شکل باقی می ماند و تغییر نمیکرد که در زمان آقای احمدی نژاد حداقل می توانستیم تر انتقاد کنیم حسین میردامادی پدر سرجدین میردامادی با اشاره به سخنان روحانی میگوید البته آقای روحانی شاید درست میگویند زیرا تمام این روزنامه نگارانی که در زندان به سر میبرند اتهامشان را امنیتی زدند و به جای اینکه برای این روزنامه نگاران طبق قوانین با حضور هیئت منصفه دادگاه مطبوعات تشکیل دهند پرونده آنها را در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار دادند یعنی ظاهر ماجرا را به شکلی درست کردند که آقای روحانی هم میتواند ادعا کند که روزنامه نگاری به اتهام فعالیت روزنامه نگاری در زندان نیست و تمام فعالیت های روزنامه نگاری که انعکاس واقعیات و اخبار واقعی و نقد بوده را در زیل اتهامات امنیتی آوردند. آقای میردامادی افزوده فکر کنم آقای روحانی هم به این موضوع به خوبی واقف هستند و شاید ملاحظاتی دارند و نمی توانند از زبان رئیس جمهور این واقعیت را اعتراف کنند زیرا برای کشور مشکل ایجاد می شود. اما آنچه مسلم است اینکه ما روزنامه نگار زندانی داریم و طبق گزارش ها ایران در رده کشورهایی است که بیشترین روزنامه نگاران زندانی را دارد ما انتظار داریم آقای روحانی اگر نمیخواهند واقعیت روزنامه نگار زندانی در ایران را بگویند حداقل این موضوع را پنهان هم نکنند ما صحبت های آقای هاشمی در مشهد را قبول میکنیم که آقای روحانی دارند به وعده عمل می اما حداقل آقای روحانی یک نشانه ای که دولت در حال تلاش برای باز شدن فضای سیاسی کشور است و در حال رایزنی با لایه‌هایی از حکومت است را نشان دهند در هر حال آنچه مسلم است اینکه در این یک سال گذشته وضعیت روزنامه نگاران بهتر که نشده بدتر هم شده است طبق آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز از وضعیت روزنامه نگاران در ایران همکنون ایران پنجمین زندان بزرگ روزنامه نگاران در جهان است طبق اعلام این سازمان همکنون 58 روزنامه نگار و شهروند وبنگار در زندانهای ایران به سر میبرند که 25 تن از آنان در فاصله یک سال گذشته بازداشت و زندانی شدند. گروه تروریستی داعش از ترس شناسایی و بمبران پایگاه پایگاه‌های خود در شهر رقه سوریه برق این شهر را قطع کرده است. در چند روز گذشته مواضع تروریست ها در استان های رقه، دیرزور و حسکه در شمال شرقی و حلب در شمال سوریه چندین بار مورد حمله جنگنده های آمریکا و نیروهای اعتلاف قرار گرفته است. دولت افغانستان دو موافقتنامه مهم امنیتی را با سفیر آمریکا در کابل و نماینده ویژه ناتو در افغانستان امضا کرد. این سند روند حضور نظامی ناتو و آمریکا را پس از سال 2014 در افغانستان مشخص می‌کند. افغانستان و ایالات متحده سرانجام موفق به امضای یک توافقنامه امنیتی شدند که بر پایه آن شماری از نظامیان آمریکایی قرار است طی سال آینده در افغانستان بمانند. این سند در حضور اشرف احمدزی و شمار دیگری از مقامات بلندپایه دولتی توسط جیمز کانینگهام سفیر آمریکا در افغانستان و مشاور امنیت ملی افغانستان در کاخ ریاست جمهوری در کابل امضا شد با امضای این موافقت نامه حدود ده هزار نیروی آمریکایی و تعدادی نیرو از دیگر کشورهای عضو ناتو می توانند پس از پایان مأموریت رزمی نیروهای ناتو در پایان سال 2014 میلادی در افغانستان باقی بمانند. به گفته مقامات ناتو، معمولیت اصلی نیروها پس از سال 2014 آموزش، مشورتدهی و حمایت از نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان خواهد بود. بر اساس پیشنویس کنونی موافقتنامه امنیتی که از سوی لویجریه مشورتی تایید شده نیروهای خارجی در افغانستان پس از سال 2014 میلادی در پایگاههایی در افغانستان من جمله بگرام، کابل، مزار شریف، هرات، قندهار، گردیز و هلمند مستقر خواهند شد. در جریان مراسم امضای این موافقتنامه رئیس جمهور افغانستان گفت که بر پایه این سند کمک های بین المللی قرار است از طریق بودجه دولت افغانستان به مصرف برسد. اشرف غنی گفت که امروز روزی است که افغانستان حاکمیت ملی خود را به صورت اساسی به دست می آورد. به گفته او قبل از این استفاده از نیروی نظامی در خاک افغانستان بر اساس فیصله سازمان ملل در سال 2001 میلادی صورت می گرفت. و امروز افغانستان شاهد مساوات دولت این کشور با دولت های همکار خود در دنیاست که به صورت یک دولت مستقل بر اساس برداشت منافع ملی خود قراردادی را برای ثبات، خیر و رفاه مردم خود و برای ثبات و خیر دنیا امضا می کند. آقای احمدی گفت که بر اساس این قرارداد کمک های بین برای تقویت نهادهای امنیتی افغان مصرف شده و حق استعمال نیروی نظامی بر اساس فیصله حکومت افغانستان خواهد بود. به گفته ری جمهور جدید افغانستان فضای این کشور بعد از این تحت کنترل حکومت افغانستان خواهد بود و هر کس به افغانستان وارد می شود بر اساس نظام قبول شده بین‌المللی ویزا خواهد بود. و قراردادهای بینالمللی تحت قوانین مشخص انجام خواهد شد او گفت که نیروهای بینالمللی به هیچ یک از مکانهای مقدس افغانستان مثل مساجد داخل نخواهند شد و حریم زندگی افغانها طبق ارزش قانون اساسی محفوظ میماند آقای احمدزی گفت که افغانستان نقطه اساسی و محور توجه دنیاست و خطرهای مشترک هنوز منافع ملی افغانستان و جهان را تهدید می کند و منافع مشترک ایجاب می کند که مبارزه مشترک در مقابل خطرها باشد او تاکید کرد که در اجلاس شیکاگو برای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان 16 میلیارد دلار برای چهار سال در نظر گرفته شده که افغانستان از این کمک برای تجهیز، آموزش و تمرین ارتش ملی افغانستان مصرف خواهد کرد رئیس جمهور جدید افغانستان گفت که افغانستان به سمت نهادسازی می رود و ساختن نهادهای درجه اول امنیتی خاص مردم این کشور است او در پایان تاکید کرد که هیچ خطری از این قرارداد برای همسایه های افغانستان متصور نیست و هیچ همسایه افغانستان باید خود را با امضای این قرارداد در خطر نبیند زیرا این قرارداد صرفا برای دفاع و رفاه افغانستان است آقای احمد زی تاکید کرد که هیچ گونه سلاح هسته‌ای بر اساس این قرارداد در افغانستان مستقر یا مورد استفاده قرار نخواهد گرفت ولی در صورتی که این خاک با خطر مواجه شود که همپیمانان افغانستان که ناتو و آمریکا باشد با هم اقدام خواهند کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت جدید افغانستان نیز در این مراسم گفت که خوشحال است که افغانستان یک قدم فراتر در قسمت قانونمند شدن و حضور نیروهای آمریکا و نیروهای ناتو با امضای این موافقتنامه برداشته است. او گفت که افغانستان در راستای امضای این دو موافقتنامه آگاهانه با توجه به ضرورت به امنیت و ثبات این کشور قدم برداشته و با اجرای مفاد این موافقت نامه افغانستان روی پای خود ایستاده و تأمین امنیت را نیروهای ملی افغان به عهده داشته باشند. به نوشه خبرگزاری فرانسه امضای پیمان همکاری با ایالات متحده نشانگر قصد اشرف غنی رئیس جمهور جدید افغانستان برای بهبود روابط کشورش با آمریکاست. حامد کرزه رئیس جمهور پیشین افغانستان که روز دوشنبه دوران ریاست جمهوریش به پایان رسید از امضای این پیمان خودداری می کرد. امریک ماها بر روابط دو کشور سایه انداخته بود. خودداری حامد کرزه از امضای این توافقنامه در حالی بود که شورای ریش سفیدان و بزرگان افغانستان معروف به لوی جرگه پس از آن با اکثریت آرا به این توافقنامه رأی مثبت داده و از کرزه نیز خواسته بودند تا آن را امضا کند خبرگزاری رویترز در آن زمان نوشت که اپوزیسیون افغانستان و برخی دیگر بر این باورند که خودداری حامد کرزی از این رو بود که نگران است ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی در دوری بعدی انتخابات از کاندیداهایی حمایت کنند که مورد تایید حامد کرزی نیستند گفتنی نیز حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان که پیشتر از امضای این موافقت نامه خودداری کرده بود در این مراسم حضور نداشت کرزی گفته بود در صورتی که موافقت نامه امنیتی با آمریکا منجر به آمدن صلح به کشورش نشود و در صورتی که حمله به خانه های افغان را متوقف نکند موافقت نامه امنیتی با آمریکا را امضا نخواهد کرد وی خواستار مذاکرات صلح با طالبان بود نیروهای ایالات متحده به منظور اجرای عملیاتهای نظامی به خانه های مردم افغانستان به استثنای موارد فوقلاده آنی داخل شده نمیتوانند و آن هم تنها در حالات خود بود که خطر جدی متوجه زندگی اتباع امریکا باشد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و نارندرا مودی نخست وزیر هند در کاخ سفید دیدار کردند. محور گفتگوی دو طرف همکاری اقتصادی و مسائل امنیتی منطقی و جهانی عنوان شده است. نخست وزیر هند در این دیدار از باراک اوباما خواسته تا راه دسترسی شرکت‌های خدماتی هند به بازار آمریکا را هموارتر کند دو طرف در این دیدار همچنین با مشورت های نزدیک در مورد تغییرات آب و هوا و همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای غیر نظامی موافقت کردند ناتو بار دیگر اعلام کرد نیروهای روسیه همچنان در اوکراین حضور دارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جی جانسون سخنگوی ناتو گفته است: "پس از خروج شماری از نیروهای روسی از خاک اوکراین، صدها نیروی روس از جمله نیروهای ویژه این کشور و 20 هزار سرباز در نزدیکی مرز روسیه با اوکراین همچنان مستقر هستند." دولت ترکیه طرح مقابله نظامی با گروه داعش در سوریه و عراق را به پارلمان این کشور ارائه داد. قرار است این طرح روز پنجشنبه در مجلس ترکیه به بحث گذاشته شود. بولنت آرینج معاون نخست وزیر ترکیه به خبرگزاری ها گفته این طرح همه موارد را در نظر گرفته و قطرات و تهدیدها را ریشه‌کن خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هفته گذشته گفت با آزاد شدن 49 گروگان این کشور از دست گروه داعش موضع ترکیه درباره عدم شرکت در جنگ با این گروه تغییر کرده است. گروه تروریستی داعش مقبره سلیمان شاه جد بنیانگذار امپراتوری عثمانی در یک روستا از توابع حلب را به محاصره خود درآورد. میسان بختیاری خبرنگار ما از ترکیه و جزئیات بیشتر. روزنامه ملیت چاپ ترکیه روز سهشنبه خبر داده که آرامگاه سلطان سلیمان جد بزرگ بنیانگذار امپراتوری عثمانی که در خاک سوریه قرار داره از سوی شبه نظامیان گروه تروریستی داعش مورد تهدید قرار گرفته ملیت و همینطور پایگاه خبری یعنی شفق هر رو عنوان میکنن که حدود 1100 نفر از شبه نظامیان داعش مهمترین جاده ارتباطی قره منطقه‌ای که این آرامگاه در اون قرار داره رو تحت تصرف خودشون در آوردن یا کاراکوزاگ در نزدیکی حلب و 35 کیلومتری شهر رقه قرار داره و فاصله بسیار کمی تا ترکیه داره در مورد آرامگاه سلطان سلیمان این توضیح رو البته باید داد که آرامگاه سلطان سلیمان پدر بزرگ عثمان اول و بنیانگذار امپراتوری عثمانی که در این منطقه قرار داره سابقه اون در واقع بر میگرده به حدود قرن 11 میلادی زمانی که سلطان سلیمان به همراه تعدادی از سربازانش به این منطقه مهاجرت میکنه و گویا بر اثر حادثه در این منطقه از دنیا میره سالهای بعد که مجددا این منطقه توسط سلطان سلیم دیگر پادشاه عثمانی فتح میشه برای سلطان سلیمان در این منطقه هم آرامگاهی ساخته میشه پس از انقراض امپراتوری عثمانی و شکگیری ترکیه جدید با توجه به اینکه سوریه کنونی تحت قیمومیت کشور فرانسه در اون زمان قرار داشته در این باره پیمان نامه میان دو کشور بسته میشه پیمان نامه که البته سال 1921 در پارلمان سوریه به تصویب میرسه و بر اساس اون این آرامگاه و محبته اطراف و اون بخشی از خاک ترکیه محسوب میشه این موضوع حتی در قرارداد لوزان قراردادی که مشخصا بر شکل ترکیه جدید تاکید میکنه نیز یاداوری شده و خب تا به امروز هم سوریه به این پیمان نامه پایبند بوده و پرچم ترکیه هم در این منطقه همواره برافراشته بوده سال گذشته البته با بالا گرفتن تحرکات شپ نظامیان اسلامگرا در سوریه یه بار دیگه نگرانی ها از تهدید این منطقه افزایش یافته بود اما همون موقع هم دولت ترکیه و هم رئیس جمهور وقت پرزیدنت عبدالله گل در این باره هشدار جدی رو به گروه های تروریستی داده بودند و عنوان کرده بودند که آرامگاه سلطان سلیمان قطعا خط قرمز ترکیه در برابر تهدیدات این گروهک ها خواهد بود و واکنش تند ترکیه رو به همراه خواهد داشت حالا اما پس از آزادی 49 گروبان ترک از دست داعش و تغییر موضع ترکیه در قبال داعش و افزایش احتمال پیوستن ترکیه به اطلاف جهانی ضد داعش به نظر میرسه این نخستین واکنش این گروهک تروریستی به این موضوع باشه در باره این محبت هم باید گفت که این محوطه حدود 9000 متر مربع هستش حفاظت از اون رو نیروی گار ترکیه به عهده داره بیشتر الان نگرانی عمده که وجود داره از بابت امنیت جانی 36 نیروی گاری هستش که اونجا مشغول ماموریت هستن البته آقای بلندترینچ معاون نخست وزیر در واکنش به این موضوع گفتن که درسته که داعش به محوطه آرامگاه سلطان سلیمان نزدیک شده اما ماموریت سربازان ما در اونجا ادامه داره اما در رابطه با تحولات جاری هم اشاره بکنم که سهشنبه شب, شب شورای وزیران ترکیه به ریاست آقای داود اغلو نخص وزیر جلسه بسیار مهمی رو تشکیل داد و موضوع ایجاد منطقه حائل رو مورد بررسی قرار دادن این جلسه ای که در اون ارتش بود نجد اوزر رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ترکیه هم فرایند شکلی منطقه حائل و نحوه طراحی اون رو توضیح دادند. الان به ویژه شرط بسیار جدی شده و ترکیه در اقدام مستقیم احتمالا یکی از بازیگران اصلی در نحوه مقابله با داعش خواهد بود دست کم از مجموع گفته های مقامات بلندپایه ترکیه اینطور برمیاد که بحث ایجاد منطقه حائل تقریبا قطعی خواهد بود هیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت احمدینژاد گفته است محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران نمیتواند با نوشتن یک نامه به نظام بازگردد آقای مسلحی افسوده هزینه هایی که حوادث سال 88 روی دست نظام گذاشته با نوشتن یک نامه جبران نمی شود و افرادی مثل خاتمی باید توبه کنند اشاره مصلحی به نامی است که محمد خاتمی در جریان عمل پروستات علی خامنه ای به, به وی نوشت. محافظ کاران تندرو محمد خاتمی را به دست داشتن در اعتراض های سال 88 متهم کرده و با بازگشت وی به صحنه سیاسی مخالفت می کنند. بر اساس گزارش برخی رسانه های ایران وزارت اطلاعات شکایت خود از مهدی هاشمی را پس گرفته و بسیاری از اتحام های سیاسی مطرح شده در پرونده وی را بی اعتبار دانسته است. محمد حسین نجابت معاون فرهنگی سپاه پاسداران مهدی هاشمی را یکی از عوامل مهم حوادث سال 88 معرفی کرده است. آقای نجابت همچنین به نامه اکبر حاشمی رفسنجانی به خامنه ای پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اشاره کرده و گفته آن نامه می توانست فضا را بسیار بدتر کند و یکی از تدابیر رهبری همین بود که به این نامه پاسخ ندادند. چند روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 88 هاشمی رفسنجانی در نامه سرگشاده خطاب به علی خامنی از رهبر جمهوری اسلامی خواست تا سلامت انتخابات را تضمین کند شش کارگردان سرشناس ایرانی در حمایت از توافق هسته میان ای ایران با گروه پنج به علاوه یک کمپین اینترنتی راه اندازی کردند. عباس رستمی، اسفر فرهادی، مجید مجیدی، رخشان بنی اعتماد، رضا میرکریمی و محمد مهدی اسکرپور کارگردانان معروف سینمای ایران با ایجاد سایتی در فیسبوک و توییتر خواستار رسیدن به توافق هسته‌ای و حمایت مردم از این توافق شدند. بر روی پوستر این کمپین نوشته شده این مردم ایران هستند که از تحریم ها ضربه خوردند نه برنامه هسته ایران دیپلمات های غربی میگویند اصرار جمهوری اسلامی بر رفع فوری تحریم های شورای امنیت به محض توافق جامعه هسته مانع نتیجه بخشی مذاکرات بوده است تحلیلگران می‌گویند برداشتن تحریم های سازمان ملل و آمریکا به سالها زمان نیاز دارد دیپلومات های غربی گفتند در صورتی که با جمهوری اسلامی بر سر پرونده اتمی به توافق برسند آمریکا و اتحادیه اروپا برخی تحریم ها علیه این کشور را رفع خواهند کرد به نوشته وبسایت المانیتور اما لغو تحریم های شورای امنیت گام به گام و با موافقت همه اعضای این شورا صورت خواهد گرفت این در حالی است که ایران بر رفع هرچه چه سریعتر تحریم های شورای امنیت اصرار دارد حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در روز 23 سپتامبر در نیویورک اظهار داشت که تحریم های شورای امنیت باید در طی یک زمان قابل قبول برداشته شود و این مسئله را برای رسیدن به توافق هستهای الزامی دانست. یک دیپلمات غربی در خلال مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی در نیویورک به روزنامه نگاران گفت که برداشتن این تحریم ها زمان بر است و به سطح همکاری ایران بستگی دارد و اگر جمهوری اسلامی همکاریش را افزایش دهد این تحریم ها هم سریعتر برداشته خواهند شد این دیپلمات گفته است آنچه ایران میخواهد خلاص شدن فوری از تحریم های شورای امنیت است اما آنچه ما نیاز داریم اطمینان به این است که در چارچوب یک توافق جامع ایران به تعهدات خود عمل کند بر اساس این گزارش رفع تحریم های تصویب شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در گرو همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین المللی انرژی اتمی است و اینکه این همکاری ها بتوانند این اطمینان را برای آژانس فراهم کند که جمهوری اسلامی با برنامه اتمیش مقاصد نظامی را دنبال نمی کند. گذشته از این موضوع برداشتن برخی از تحریم ها نیز به تصویب قوانین جدید منوط است که بسیار زمان بر است. آلمانیتور از قول دیپلومات های غربی نوشته که در صورت رسیدن به توافق نهایی که قرار است تا 24 نوامبر حاصل شود شورای امنیت سازمان ملل ابتدا این توافق را تایید می کند و چگونگی اجرای بندهای آن را مشخص می کند و در نهایت تحریم ها علیه ایران را قدم به قدم رفت می کند. یک دیپلمات غربی گفته ما به دنبال چیز متفاوتی از آنچه که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران تایید کند نیستیم ما نیاز داریم تا آژانس مطمئن شود که همه چیز در مسیر درست خود پیش رفته است این دیپلمات همچنین تصریح کرده که دید جمهوری اسلامی با غرب متفاوت است اما به گفته او حکومت ایران نباید تاثیر عظیم رفع تحریم ها به مردم ایران را دست کم بگیرد دستاوردی که رسیدن به یک توافق هسته ای برای ایران داشته باشد وی گفته به محض رسیدن به توافق اتمی تحریم های آمریکا و اروپا در زمینه فروش نفت و مبادلات تجاری برداشته خواهد شد و این دستاورد کمی برای یک کشور تحت تحریم نیست جمهوری اسلامی و کشورهای پنج به علاوه یک به مدت ده روز در نیویورک و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر مذاکره کردند اما این مذاکرات بدون رسیدن به نتیجه ملموسی پایان گرفت بیل برنز معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز 29 سپتامبر گفت که این دور از مذاکرات بسیار پیچیده تر و سختتر از آن بود که بتواند منجر به یک توافق با ایران شود. به گفته وی در حال حاضر شکاف قابل ملاحظه‌ای بر سر مسائل مهم بین دو طرف وجود دارد که رسیدن به یک راه حل را دشوار می‌کند بیل برنز اضافه کرد رسیدن به یک توافق جامع ناممکن نیست اما آنچه که در این مرحله مهم است رسیدن به یک توافق محدود با رضایت طرفین است برداشتن فوری تحریم های شورای امنیت و نیز تحت قنیسازی اورانیوم از جمله موارد مورد اختلاف ایران با کشورهای پنج به علاوه یک هستند که رسیدن به توافق را مشکل کردند. گروهی از تحلیلگران سیاسی معتقدند سپاه پاسداران یکی از مخالفان توافق جامعه هسته‌ای با غرب در داخل ایران است این نیروی نظامی که چندین سال است به ابزار قدرتمند اقتصادی نیز دست پیدا کرده به ادعای این تحلیلگران با رفع کامل تحریم ها منافع اقتصادی زیادی را از دست خواهد داد با این گزارش به پایان این مجموعه خبری می‌رسیم ممنونم که با ما همراه بودید شب روز شما خوش